ویدیو دوربین صدا اکشن زوم دوربین آره زومه آره زومه دوربین زومه سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام و پشت دم و دستگاه این بند و فرزاد فرزاد <applause> فرزاد آقا ایشون فرزاد اسمه فرشاد فرشاد گفتن فربود گفتن فرهاد بهش میگن آره باز فرهاد باز تو خونه هم فرهاد سلام هم میتونیم صداشون کنیم ولی شما سلام گفتم فرزاد نه من فکر کردم میخواست تأکید کنه که من فرزاد نه شو تیز افتادم گفتش آها. که پشت دم و دستگاه اینا فرزاد داشته شنگو تا فرزاد فرزاد خیلی رویستش هست شنوه که با تمام حواسش میاد که زبط و باز همین که میاد خدا رو شکر فرباد آره فرزاد که نمیاد ولی میگه مخون بیا شیرون <تصفح> پشت همینطوری فقط میگه چرا اپزود زبط نمی کنیم همینطوری دروخ پ گفته بود که یه دونه چیز بزنیم یه دونه اپیزود با هم زبط کنیم فرهاد, میگه آره امروز اپیزود سال ماست و اینکه که چیه سلام یه یه سلام بگو فرزان چجوری چه از سوتی که دیگه اصلا سوتی ها دیگه شده بخشی از برنامه اونجوری قه ریسه میره آره بعد کسی که گفته بود بذاریم من بخندم و صحبت کنیم خیلی آدم پریه آره هر کی گفته آفرین بهش آفرین بذارم هاتو بندازی آره مرسی که هستی ممنونم سلام بیشتر گوش بدید این هفته من هفته پیش در صحبت کردم گفتم که میخوام در موردش صحبت بکنم در مورد یه مفهومی به نام ایمپاستر سیندروم که حالا من خودم اومدم معنیش کردم گذاشتم اسمش متقلب نما حالا میدونیم حالا صحبت میکنیم میگم که چرا ولی خب هفته پیش که در مورد چالش رو صحبت کردیم یه سری جواب دوستان رو خوندیم و در مورد سوالی که مطرح شده بود که آیا شما برای خودتون چالش درست میکنید و چرا و خیلی ها این جواب رو داده بودن که چالش رو برای اینکه خودشون رو به خودشون یا خودشون رو به کسی دیگه ثابت بکنن این چالش ها رو برای زندگی خودشون میذارن حالا این موضوع میتونه خیلی مثبت باشه چون که ما همش داریم خودمون رو یه حول رو به جلو میدیم ما همیشه داریم حالا داریم حرکت میکنیم توی زندگی اون و ثابت نشنسیم ولی خب ننشستیم ننشسته ایم و همچنین میتونه نکته منفی باشه چرا که دائما داریم به توانایی های خودمون شک میکنیم و خودمون رو یه جورایی مجاب میکنیم که خودمون رو بیایم ثابت بکنیم حالا اگر در یکی از این نت... حالا این که چ... هست نتیجه مناسب رو نگیریم چه اتفاقی میفته ما... بعد این حالا به توانایی خودمون شک کردن اینجوریه که ما حتی ممکنه یه زمانی اثبات کنیم اون توانایی رو آره. بعد یه مدت چون جایی نباشه که اون ویژگی رو نشون بدیم فکر کنیم میگه اون ویژگی رفت این برای خود ام. من پیش میاد آره. فکر مثلا خوش میشه میفته مثلا یه کاری که میتونستی بکنی یه مدت اگه انجامش ندی فکر کنیم دیگه خودی من از من رفت آره دیگه نمیتونم آره. آره. حالا میگم مشکل اونجایی به وجود میاد که اگه که ما نتیجه نگیریم چی میشه یعنی هی میایم بیشتر بیشتر به خودمون شک میکنیم چون هنوز ذری ریسه میریم باشه یه فرزاد گفتی دیگه خیلی به چه بسا که اصلا این شکه بیا جای اعتماد به نفس ما رو بگیره که اصلا دیگه خوز بالا قوز میشه دیگه اصلا زندگیمون همش میفته توی شک دستوری آره به قول تو دستوری حالا اینجاست که داستانه میتونه خطرناک بشه چرا که بعد از حالا هر موفقیتی که ما به دست میاریم این رو میذاریم به پایه شانسی که آوردیم میگیم که خب من حالا دفعه قبلی شکست خوردم ولی این دفعه که حالا تونستم مثلا این کار رو انجام بدم شانس آوردم یا اینکه مثلا نمیدونم چرا اینطوری شد یا اینکه مثلا بدترین دشمن خودمونم بدتر میشیم آره یا اینکه خب این دفعه حالا تونستم سر یه سری آدم و مثلا رفتی یه جایی یه رای خوب داشتیم میگه خب این دفعه رو تونستم سرشون رو کلا بذارم که اینا فکر کردم من آدم خفنی هم دفعه بعدی مثلا چی کار بکنم <applause> مثلا فردا مثلا اگر که بخوام این کار رو انجام بدم دیگه میفهمن که من هیچ کارم و هیچی بلد نیستم و اینجور صحبت هاست حالا اینجاست که به این باور میرسیم که اصلا استعداد نداریم و تمام موفقیت های ما چه حالا علمی باشه ورزشی باشه تحصیلی باشه هر چیزی که هست همش به خاطر بخت و اقبال بوده سناریو رو خودت نوشتی چطور یعنی آره برای خودت پیش اومده اینا که نوشتی برای خودم هم پیش اومده چطور همین چون برات چون برات یه سری ممکنه پیش بیاد بعد از جایی که تو, مط... تو اون اپیزود آزمایش گفتیم تو مطمئن نیستی بقیه دنیا رو همونجوری که تو دریافت میکنی دریافت کنن هم. بعد خب جالبه این چیزی که تو مغز یه از جمله خود من هم. هست و ممکنه ما همیشه به زبون نیاریم ببینیم که تو مغز تو هم هست جالبه حالا این مشکل بهش میگن همونطور گفتم بهش میگن ایمپاستر سیندروم یا حالا همون ترجمه که من کردم متقلب نما این جالبش اینه حالا این پدیده رو اول توی سال 1978 یه سری روانشناس معرفی کردن که خیلی در خانوم ها دیده می شود. حالا چرا؟ دلیلش این بود که اون موقع اون جامعه خیلی مرد سالار بوده اون موقع و حالا توی در واقع نیروی کاری بیشتر مردها بودن که حرف اولو می زدن و خانوم ها نسبت به پیشرفت خودشون اعتماد نداشتن با اینکه تحصیلاتش رو داشتن تحصیلات خوبی داشتن پاپای مرد داشتن مثلا کارهای خفن رو انجام میدارن شاید بهتر از مردا ولی این موضوع به خاطر که خیلی نادر بوده که یک خانوم بیاد و موفق بشه توی حالا یک جامعه مرد سالار زن ها همیشه فکر میکردن که موفقیتشون رو مدیون مردا هستن و فکر نمیکردن که خودشون دارن کار درست رو انجام میدن 1978 و یعنی سال پیش آره آره یعنی چیز دور نیست. زیاد دوری هم نیست آره یا فکر میکردن که حالا این دفعه رو دارن شانس میارن یا اینکه حالا این دفعه سر این مردا رو کلا گذاشتن فهم مثلا به اینا یه چیزی گفتن درست عذاب در <applause> اومد کارون توی یکی از این اپیزودها در مورد شانس هم و موفقیت در واقع درصد اهمیت شانس و موفقیت هم صحبت کرد که خب موف... شانس توی موفق شما اثر زیادی داره حالا اثر داره نه اینکه تمام موفقیت شما بر پایه شانس باشه شما اون وقتی که میذارید اون تمرینایی که انجام میدید حالا چه میدونم درسی که میخونید کاری که انجام میدید وقتی خودتون میدوزید به اون صندلی صندلیه به قول کارون این اون اون من که نه نویسنده حالا دیگه از تو نقل قول دارم میکنم اون موقع است که یه استعداد... یه, استعداد یه استعدادی دارید و حالا اون رو میتونید شکوفا بکنید و میتونید حالا از اون در واقع اون بهره برداری کنید آره بتونید از اون چیزی که دارید بهره برداری بکنید حالا این خانمها توی الان خیلی جامعه توی جامعه حضور پررنگی دارن توی تمام دنیا حتی ایران مثلا توی مجلس هستن توی شرکت های مختلف هستن سی او شرکت های شرکت‌های خفن هستن و اینا حالا چیه که باعث میشه که الان این پدیدم دیده بشه حالا خانوم که دیگه این مشکل رو ندارن این حس کافی نبودنه شاید در خیلی از ماها وجود داره که ما به اندازه کافی باهوش نیستیم به اندازه کافی با سواد نیستیم به اندازه کافی بدن ورزیده نداریم و گفتیم که قبلا هم گفتیم که هر کسی داره به نحوه خودش با این موضوع جورایی کنار میاد داره با مسائل مختلفی که حالا توی ذهنش هست داره باش کنار میاد که مثلا حالا من میرم درس بیشتری میخونم که اون صدا رو بتونم حالا ساکتش بکنم کلنجار میریم دیگه این شبکه های اجتماعی کافه وا کنین میریزه آدمای خوشیکل بعد خودتو با اونا مقایسه میکنین میریزه آدمای باهوش پر نه آدمای بزنس موفق پول دار رو تفریح بعد هی تو این رو سفر. رو سفر. آره بعد سفر عجیب بعد تو اینا رو با زن باطن زندگی خودت مقایسه میکنی اون ظاهر رو معطل حالا یه خانو بود لیو سالومن داشت صحبت میکرد یه تتاک سی دقیقی داره اگر که برید گوش بدید داشت در مورد همین ایمپاستر سیندروم صحبت میکرد و میگفتش که تقریبا 70 درصد جامعه آمریکا در ماه یک بار به توانایی خودشون شک میکنن که تو الان واقعا داری مثلا یه کاری انجام میدی واقعا توانایی همچین کاریو داری یا نه مثلا و فکر کن بیشتر از دو سوم یه جمعیت الان مثلا تو این جمعی ما نشستیم دو نفر از ما تو ماه گذشته به خودش شک کرده آقا <laughs> می چی میگم یعنی این خیلی حس بدیه دیگه بله. که اگه بتونید توی چیز بزرگ بهش نگاه بکنی یه دیده باز بهش نگاه بکنی میبینی که میتونه خیلی اثرات مخربی داشته باشه و حالا ما همش داریم میگم داشتیم با اون صدای توی حالا ذهنمون هم توی داریم کنار میایم که ما باوش با نیستیم و ما بنزی کافی با سواد نیستیم و اینا و همش دنبال این مهر تاییدیه از اطرافیانمونیم که اونا بیان به ما بگن که نه تو مثلا این تو با سوادی آدم قابلی هستی یا هر چیز دیگه و سعی میکنیم از کودکی خودمون رو یه جورایی عوض بکنیم مثلا میشیم اون بچه ساکته که اون مهر تاییدیه رو بگیریم یا مثلا میشیم اون بچه درس خونه که سعی کنیم مهر تاییدیه رو بگیریم میشیم بچه خوبه مثلا که اون مهر تاییدیه رو بگیریم و بگیری. <تصفح> و حالا توی طی این مسیرم هم همینطوری هی یه سری از احساسات خودمون رو هی میایم سرکوب میکنیم دیگه مهر رو آره <تصفح> <تحیدیه رو بگیری. تصفح> میایم یه سری احساسات خودمون رو سرکوب میکنیم که اصلا شاید برامون خیلی هم مهمه و اون شخصی که میخوایم ازش این مهره تایید رو بگیریم اون زیاد براش مهم نباشه حالا این متقلب نما ها میتونه محصول چی باشه سرشت عشقی. و پرورش عشق. برمیگرده به همون نیچر و آره که خب سرشت بعضی از آدما یه ویژگی های شخصیتی دارن که این توشون بارستره خیلی راحتر به این قضیه میرسن که بیشتر در آدمهایی به وجود میاد که احساسی تر هستن و خودشون رو همینطوری با آدم های دیگه مقایسه میکنن یا مثلا کسایی که دیسیپلین کار... کاری کمتری دارن توی سرشت خودشون یه برمیگرده بس... به... مثل اینکه دیسیپلین کاری هستن برمیگرده به سرشتت یا تو از تو یعنی یاد نمیگیری همچین چیزی که یادم میگیری دانشمندا گفته بودن میگفتش که تو کمتره آلمان یه جوری کار کاری اینطور نیست دیدم کسایی که رفتن آلمان ارتش وقتی یورو نداره نداره دیگه چوب هم از این بر بکنی تا اون تو آسینش <تصفح> باز دیسیپلین نداره اون مهره بعد حالا دیسیپلین کاری کمتری دارن خیلی کمتر میتونن موفقیت خودشون رو لمس کنن که مثلا همش فکر میکنن که خب الان من یه سری مثلا چرت و گفتم و درست از در اومد یا مثلا من تلاش خودم رو نکردم به خاطر اینکه نمیتونه اون روند تلاشه رو ببینه نمیگه من هر روز صبح ساعت مثلا هفت بلند شدم مثلا هشت ساعت کار کردم و حالا به اینجا رسیدم و اون تلاش میکنن و که میکنن رو میذارن پای شانس تا بذارن پای توانای خودشون. خودشون و برگردیم به پرورش که خیلی اونم مهمه که به نظر خود من اثر خیلی مهمتری داره روی موضوع که فرنگ ما ایرانی ها یه جورایی پر از کمالگرایی اصلا بر پایه کمالگرایی یه جورایی ساخته شده که ما برگردیم دور و رو نگاه کنیم میبینیم که همه بچه ها یا باید دکتر بشن یا مهندس یا وکیل به غیر از اینا مثلا رشته دانشگاهی تقریبا وجود نداره ورزش کنم خواستی بشی تی بلدی ورزش اصلا ورزش رو که فکر نمی هنوز قبول داشته باشن تا تیم ملی بری اوکیه آره ولی خب تا تیم ملی بری بابا من میگفت که زانوت در میگیره برای چه ورزشی هر چی آن کل میخوام پاور بزنم خوبه و حالا در اکثر مواقع ما یکی از والدین ما حداقل این بوده که کمالگرا بوده و یا استانداردهایی هایی داشته برای مایی که بچهش بودیم که واقعی نبوده که حالا در سنین پایین تر معمولا اینا حالا درسیه بعدش که یه درس تمام شه شغلیه برشون که اعتمالا ازدواجه و حالا یعنی به جایی میرسی که اصلا یکی دیگه داره تصمیم میگیره و یه سری استانداردها رو داره به تو تحمیل میکنه ولی خب اصلا اینا برای تو ساخته نشده این استاندارت ها اصلا چقدر از دلی داری امروز حرف میزنی از اون اپیزود دلیاته دلی ها هر از گاهی یه اپیزود دلی میره اشتباه دارم میگم نه اشتباهی نداره نظرتو داری میگی نه آخه میگم دیگه قراره بجوری. جر جذب شدیم. آره و خب حالا این یه جورایی مشکل نزیسته بقیه رو زندگی میکنی مشکل یه جورایی مشکل فرهنگی دیگه که ما این کمالگراییه میتونه خیلی مخرب باشه و میتونه خیلی اثر بدی داشته باشه روی همین متقلب نمایی آدم ها که ما هر کاری که میکنیم فکر کنیم کافی نیست که مثلا میریم یه سری مثلا درس برمیداریم مثلا درس میخونیم میگیم کافی نیست یه سری ورزش میکنیم کافی نیست و این متاسفانه همش به خاطر اون استانداردهایی که از روی بچگی برای حالا یه سری از آدم ها گذاشتن از بچگی از بچگی برای یه سری از آدم ها گذاشتن و اون کسایی که واقعا بهشون پروال دادن و گفتن که اون کاری که میخوای بکنی یا انجام بده خیلی متفاوته فکر کن تو مثلا از بچگی همینطوری داری هر کاری که میکنی مثلا شما هم نمره 19 و مثلا 95 که میاری میگن خب حتما درسی که میخونی ساده است یا مثلا اون مدرسه ای که میری حالا مدرسه ای مثلا شاید قابلی نیست و تو مثلا الان داری نمره های بالا میگیری یه yeah, حالا این راجع بچگی و اینا گفتی من یه چیزی یاد اومد داشتم یه پادکست گوش میدارم راجع به چیز بود اینکه چجوری میشه بعضیا ها... به مشکل که برمیخورن تسلیم میشن ولی بعضی ها مثلا ادامه میدن این داستان ها یه خانمی رو آورده بود که اینو بچه که بوده بردنش دکتر مثل خیلی دیر شروع کرده حرف زدن اینو بردن دکتر بعد دکتر بهش میگه این اصلا یه بخشی از مغزش آسیب دیده این اصلا مثل بچه معمولی نمیتونه آه باشه. گفتی فکر کنم یه بار نه چند روز پیش گوش دادم امکان نداره گفته باشه با فراد گفته بود آره بعد این میگن یه بخشی از مغزش آسیب دیده این هیچی نمیشد خیلی هم دیر شروع میکنه حرف زدن اینا الان میفهمن که این چیز مشکلی که داشته آتیزم داشته اوتیس فارسی <تحدث> <دی> میگیم <تحدث> <تحدث> آتیستیک بوده بچه اون موقع دیر اینو میفهمن ولی این خانومه حالا چیزی که راجب همین پرورش رو اینا میگفت میگفت شاید حالا تو شرایط عادی باشه خانواده خب حرف دکتر رو باور میکنن و میگن خب کاریش نمیشه کرد و اینا ولی حالا خانواده این برعکس اینو میفرستن یه مدرسه خوب و خیلی شروع میکنن باش کار کردن سعی میکنن استعداد خاصش رو توی اون قضیه پیدا کنن پیدا کن. و این آدم میره خیلی آدم موفقی میشه حالا توی زمینه خاصی و توضیحی که میداد میگفت اون کسی که حالا زمینه یاد میاد بگی این به خاطر اینکه حالا خیلی هم انسان دوستانه نیست ولی گاوا رو که میخوان ببرن سلاخی کنن از که حالا تو جایی که بودن یه جاهایی که مسیری که گاوه رد می شده، این باعث می شده که گاوات مثلا یه قاطی کنن اه. بعد اینو آدما نمیفهمیدن چون گاو مثلا ممکن حالا یه چیز ببینه تو نبینی یا مغزش یه جوری دیگه برداشت میکنه این میره اونجا و مثلا میفهمه که چرا کانتراستی uh, که پرچم داشته و حرکتی که میکرده این باعث میشده اذیت کنه آره اینا خب بچه آتیسی چون مغزشون یه مدل دیگه کار میکنه یه چیزی رو میبینن که من تو نمیبینی این اینو میبینه و یه سیستمی تراحی میکنه یه مسیری تراحی میکنه که این گاوا از اونجا راحت شن و هیچ وقت به مشکل نخورن و حالا طرف تاشو گفت تمام حالا جایی که سلاخی میکنن گاوا رو توی آمریکا تراحی... از, از سیستم استفاده با... میکنن سیستم که این خانم طراحی کرده بود حرفی که داشت میزد این بود که بچه‌ای که حالا آتیزم دارن مغزشون مثل مغز بقیه کار نمیکنه تو یه چیزی خیلی قویه تو یه سری چیزای دیگه ضعیفه بگو برید اون چیز قویه رو پیدا کنید <applause> حالا تو الان گفتی مثلا مادر پدر مثلا القا میکنن به بچه که باید بری فلان کارو بکنی اصلا یارو با سخت افزارش ممکنه به دنیا نیمده باشه هر کاری بالاخره شما بخوای انجام بدی یه سخت افزار نیاز داری یه سری استعداد یه سری قابلیت فردی نیاز داری یه سری پرورش تو اگه اون قابلیت فردی رو نداشته باشید خودتو بکشی هم اون پرورشه پیدا نمیکنه باید اون قابلیت فردی هر آدمی پیدا بشه حالا این خانومی که تتاکش داشت در موردش صحبت میکرد میگفتش که من داشت به همین پرورش در واقع رجوع میکرد میگفتش که من خودم یه کسی هم که این پاسر سیندروم داشتم و خیلی اذیت شدم توی سالهای مختلف و میگفتش که این به خاطر این بود که پدرش یه خلبان بود ولی میگفتش که موقعی که میومد خونه یه کسی بود که اعتیاد داشت به الکل و مثلا خیلی حرفایی که میزد به ما و حالا توهین نه ولی خب استانداردهایی که برای ما میزاش توی اون ذهن در واقع الکلی که خودش بود و کار میکرد و هیچ وقت واقع بینانه نبود و گفتش که حالا این دلیل نمیشه که چه میدونم پدر مادری که هستن بی سواد باشن یارزی یعنی میگفتش که یه پایلت خیلی خوب بود خیلی مقام های مختلف گرفته بود درجه خیلی بالایی بود حالا توی ارتش و اینا و آدم مثلا بی سوادی نبود ولی خب نمیدونست با این موضوع باید چجوری کنار بیاد و حالا یه دیگه که میگفت میگفتش که این موضوع وجود داره این پاسر سیندروم توی هر آدم میتونه وجود داشته باشه ولی موقعی آدم میتونه با این کنار بیاد که بتونه اون صداها رو بشناسه یعنی تو یه صدایی هست توی ذهنت که حالا فکر کنم مینا آره خیلی در صحبت کرده بود که داره به تو میگه که تو این کافی نیست یا مثلا این کاری که داری میکنی دیگه مثلا شانسیه. شانسیه, یا هر چیز دیگه م. و میگفتش که من از موقعی که تونستم بفهمم که کی داره اون صداه داره صحبت میکنه تا اینکه واقعا عقل سالم خودم داره صحبت میکنه میتونم کنترلش بکنم میگفتش که من نتونستم از بین ببرمش به خاطر که از بچگی همینطوری به من نقا شده که خب این کمه این کافی نیست و این کاری که داری میکنی درست نیست ولی خب الان میدونم که کیه که اون صداه داره صحبت میکنه تا اینکه واقعا عقل خودم داره صحبت میکنه چند تا نوع مختلفش هم بگیم در مورد متقلب نمایی آدم ها اولیش همون کمالگراییه از یه بود دیگه بهش نگاه بکنیم که ما همیشه دوست داریم که همه چیز به صورت خیلی عالی انجام بشه و مثلا میتونیم در واقع هیچ کاری شروع نمی کنیم به خاطر اینکه می خواهیم همه چیز مثلا ا... آره این باعث میشه خیلی کارا شروع نکنی چون میدونی مثلا حوصل و انرژیشو نداری که به بهترین شکل انجام بدی اصلا یه عالمه کارو کلا شروع نمیکنی و حتی اگرم شروع می کنی خودتو میای با اون بهترین چیز ممکن مقایسه میکنی آره. و همیشه مثلا میگی خب من الان مثلا اولین اپیزود پادکستم بود چرا مثل جوروگ نشد میچی میگم یعنی ده همیشه ده. دوست داری که مثلا با اون خودتو مقایسه بکنی آه. و اینه که خیلی میتونه این موضوع رو تشدید بکنه چند درصده اون داره خاموش میشه نه نمیشه درصدشو نمیتونم ببینم آه. <laughs> و خب میتونه این رو خیلی تشدید بکنه و ما همیشه داریم توی ذهنمون فکر میکنیم که ما الان دیگه از این میتونیم بهتر باشیم یعنی هر چیزی هم که تولید می‌کنیم هر کاری هم که انجام میدیم هر شغلی هم که میری میگیریم میتونم می از این بهتر باشم و این همیشه یه ذهن تو رو میتونه مشغول بکنه و نمیذاره که رو به جلو حرکت بکنی یکی دیگهش که برای خود من جالب بود ما در این مورد یه چند بار صحبت کردیم بهش میگه سوپرمن یا سوپر وومن که ما فکر میکنیم داریم همه رو گول میزنیم و اصلا نباید بین افرادی که اینجا نشستن باشیم و برای همین خیلی بیشتر کار میکنیم با اینتنسیتی خیلی بیشتری کار میکنیم مدت زمانی بیشتر کار میکنیم حتی مثلا همه رفتن از تیم ما ما میشینیم مثلا برای اینکه خودمون رو ثابت بکنیم بیشتر مثلا توی اون آفیسه میشینیم مثلا یه سری کار رو انجام میدیم حتی وقتی کارمون هم تمام شده نمیریم که مثلا به یه سری دیگه تو ذهن اونا ثابت بکنیم که ما آدمای قابلی هستیم نگو که شما همینطوریش آدم قابلی هستی که <applause> توی اونجا استخدام شدی و حالا من خودم شاید یه مدت با این موضوع دست و پنجه حالا نرم میکردم که فکر میکردم که حالا من این کاریو که گرفتم واقعا خودم قابلش نیستم و حالا شانسی بوده مثلا تونستم توی اون اینترویو ها دو چیز درست بگم و حالا کاره رو گرفتم و الان باید مثلا نشون بدم که من خیلی آدم سخت کوشیم که اگر فهمیدن من دارم اینجا مثلا تقلب میکنم منو به خاطر سخت کوشی مثلا نگه دارن میشیم میگم میتونی مثلا خودتو اونطوری ریکاور بکنی دیگه جونم براتون میگه یکی دیگه هم بود که اسمشو گذاشته بود سولویست فارسیشو سولوشو انفرادی آره یعنی آره همون کار انفرادی که اینه که تو به خاطر اینکه نمیخوای بقیه ضعف تو ببینن از کسی کمک نمیگیری آه. هیچ وقت نمیری از کسی دیگه بپرسی که من مثلا این کارو من بلد نیستم چجوری باید انجامش بدم میگه که بعضی ها همیشه تو ذهنشون فکر میکنن که همه فکر میکنن که من همه چیو میدونم و بایدم همین جلوه رو نگه دارم و نمیتونم خرابش بکنم و باید نمیرم که سوال بپرسم و میگفتش که اینم یکی از اون خیلی چیزایی مخربه که سر کار خیلی آدم رو اذیت میکنه به خاطر که تو داری یه سری کار اشتباه انجام میدی پذیرا هم نیستی به یه سری انتقادایی که داره انجام میشه برای همین میتونه خیلی اثر مخربی داشته باشه روی سر در روی کار شما خلاصه که من حالا این موضوع رو که میخواستم برم به قول حالا کارون یه ذره دلیه و خب حالا شاید خودمون توی کسایی میبینیم که دارن ما این موضوع دست پنجه نرم میکنن یه کسایی میبینیم که استعدادهای خیلی باحالی توی چیزهای دیگه دارن ولی دارن به زور مثلا یه سری درسهای دیگر, دیگه دیگر میخونن الان این تا مثلا آدم من به اسم میشناسم که اینا به زور میخوام برن دکتر بشن خودشون هم شاید واقعا نه علاقه ای دارن نه استعدادشو دارن و دکتر شدن یه یه ویژگی خاصی میخواد ولی خب خیلی مثلا با فشار میخوام برن دکتر بشن و این هم مثلا فشار خانواده است و شاید اون خانواده ها ندونن که توی طولانی مدت میتونه اثرات خیلی مخربی روی این بچه ها داشته باشه جونم بهشون فشار نهارید بذارید کار خودشون رو بگو ببینم جالب تو بگو اون خاموش گالم... شد دیگه رفته دیگه ما از الان بگیم داره میره داره, میره. میره داره, داره میگیره داره میریز <تصدقال> <آه. تصدقال> بگو بگو جالب ده. البته این هفته اتفاق نیفتاد ولی من هنوز تو فکرمه راست همین میخواستم بگم فرزاد فرزاد یهو خیلی منو مسخره گر بود پدر یکی از دوستان میخواستن برن کارت اقامت کاناداشون اون پی آر کارتشون رو رینیو کنن خب اینجا نبود تجدید بکنن تجدید نیست و خب اینجا نبودن اینا به من گفتن که خود دوستم هم نبود و گفت مثلا من برم مترجم باشم با اون آفیسری که بایشون مثلا میخوام صحبت بکنم بایشون بعد تو داری میری سمت گریری ها کنم اگه بیایم بیرون آره بعد خلاصه ما رفتیم و از صبح اونجا بودیم حالا یه اشتباهی شده بود به ما گفته بودن هشتونیم بیاین ولی واقعا ده بود اپاینتمنت ایشون و ما هم دیگه چون اونجا بودیم اینا نشستیم تا ده بشه مثل صبونه میخوریم بعد میوادی خب یه توی ساختمون چیز بود گاورمنت یه ذره سخت بود اینا بله بعد خلاصه بعد به خاطر اینکه ما اونجا دیگه نشسته بودیم اینترویو هایی که قبل ما بود و همه رو میدیدیم چون یه حالت مثل باجه بانکتوری بود اتاق اتاق باز بود آره باز بود میشنیدی دیگه بعد خب همه افرادی که قبل ما بودن همهشون از این آسیایی ها بودن بلد. که اونا هم یه همچین آسیایی که میگم منظور چین و کره و ژاپن ما هم آسیاییم ولی آره. این آسیایی که میگم با اون آسیایی تایوان خیلی که چشم از چشمای تنگی دارن آره. <متحدث> چی چشم تنگ <متحدث> ایژن که میگن. حالا ما تا حدود خودمون میتونیم بگیم چون, چون آسیایی هست آره خب اونا آمده بودن و فکر کنم اپلیکیشنشون از همین نوع بود که بعد اینا تمدید میشد کارتشون و حالا همشون هم مترجم داشتن و اینا بعد از اولین اینترویوی که شروع کرد اون دو نفر بودن اینترویو میکردن یکیشون خیلی خوب بود و قشن اون جلوه کانادایی نایس بودن رو داشت و اینا اون یکی نه قشن سگ دوبرمن بود <applause> من نهیده بودم تا حالا بعد از اولین اینترویو همه اون چینی ها رو سرویس میکرد مثلا اولین سوالی این چرا انگلیسی از هم بلد نیستی من خودم خیلی برام عجیب بود اینا بعد یعنی چرا تو... تو... تو که میخوای بیای کانادا برای چی مثلا انگلیسی بلد <applause> نیستی نیاز داری به یکی که مترجمت بشه و اینا بعد رفت رفت به یه خانواده چینی رسید اه، هی اه، سوال میپرسید و اونا میگفتن اونا پسرشون داشت ترجمه میکرد اینا بعد آدرس خونه اینا رو تو کانادا ونکوور پرسید خب یه محله بودن که گرون خونه گرون و اصلا مشخص بگید محله رو. پول هاربر مثلا آه، هاربر. خب آپارتمانش مثلا گرونه ریو دریا داره و آره رسید به چیز رسید به بخش اینی که آقا شما مالیات میدین حالا که مثلا خانومه اینجا بود آقای قرار چیز گفتن نه گفتن نه ما که کانادا درآمد نداریم مالیات هم بعد یارو قاطی کرد یارو قاطی کرد که مثلا تو که کل هار خونه داری آره خب یه درآمدی داری یه جای این دنیا کانادا هم قانونش که اون درآمدی که حالا بیرون کانادا داری بعد بگی که تکس بدی به هر ولی خب می... جای دیگه هم تکس داده باشی دوباره باید اینجا بدی اگه نه تکس داده نه باشی نه ولی خب مثلا آره. باید ولی بتونی ثابت بکنی که جای دیگه تکس کاملش رو دادی و بعد این قشنگ گیرش رو انداختی تو این داستان که آقا شما اینجا داری لاکچری زندگی میکنی تکس هم نمیدی و داستان چیه و ب... گفت با این باید تو مثلا کشوری که داری استفاده میکنی از منابعش اینا تو هم یه سهمی بدی و فلان که این حرف هم درست بود مالیات بود ولی بله خب بازم همون لحن بعدو من گفتم اوکی بعد سکوت شد بینشون یهو نمیدونم یارو چرا قاطی کرد اینا برگشت به اون یارو مترجمشون که پسره بود گفت میدونی به اینجور افراد چی میگن که اوه اوه میرن توی کشوری اونا تکس نمیدن ما هم داشتیم میشنیم. گفت لفظ انگل رو استفاده کرد که به انگلیسی گفت پرسایت ام. بعد من حالا حالا ما قرار بود بعد بریم با این شو اینترویو <تصفح> کنیم <اقسم ندارده> بودم. <تصفح> آه... <تصفح> بعد آقا ما من از هم یه لحظه فکر کردم اشتباه شنیدم فلان رفتم گوگل کردم اون کلمه رو که ببینم مطمئن بشم همون آره بعد حالا آره اون بنده خدا اینقدر استرس داشتن نه پسر فهمید خب ما ما باشن که آره با اینو انداخت و... این تیکر رو انداخت و اینا ام... و اونا رفتن حالا پیار کارت جدیدم به اونا داد و اینا ای little... فقط میخواست کوچیکش porque... آره <هز psycho grave> <نه. udd Divi> آنلاین اپلای نمیکنی آنلاین اپلای میکنی داستان اینه که پیار کارت ها آماده است تو فقط میه اون آخر یه اینترویو میشی یه همچین کاری بات میکنن بعد کارت رو میدن آسون نمیخوان بدن داستانیه پست نمیکنن پست میشه نه ولی اون اولیش مثل پست میشه اولیش, اولیش, پوست اولیش پوست که میشه آره، اولی آفیسر بعدی هم پست میشه این اگه مثلا تو اون ده سال پاس کانادایی نگیری اون یه روش دیگه و چیز بود آه, آه ببخشیم بعدیش ما نبودیم بعدیش دوباره یه زن چینی دیگه بود که اون زنم اینو شنیده بود این بحثو کشید وسط گفت تو چرا به یکی دیگه گفتی انگل مثلا تو اجازه نداری بگی حتی اگه تکس هم ندن خب دعواشون شد سیکیوریتی اومد پیار به اون نداد گفت من پیارتو نمیدم برو شیش دیگه بیا و بعد ما رفتیم و بعد هم که ما رفتیم من دیدم تو رفت تو میگفتی من انگلم همونجا من گفتم این که سگه پس منم سگ باشم من مثلا نه لبخندی زدم نه هیچی خیلی آره هفت تو گفت بودم. پرزاد. <applause> ولی پیار داد اومد ولی من خودم داره. این چندین سالی که اینجا بودیم همچین تجربه ای نداشتم توی یه ساختمون دلشت دولتی خود کانادا تا و گذاشتم حالا این دوست ما کارشون بشه که کارتو گرفتن و اینا بعد یه ایمیل زدم کل دیتیل رو ریپورت کردم منتظر اینم که جوابش چون بعد بود دیگه اینی که مثلا بشنوی به یکی بگن انگل اونم نتونه دفاع اونم کنه اینجا. خیلی به, به من خیلی گرون تموم شد آره جالب و عجیب آخه انگل من نشه من دیده بودم مثلا بعد صحبت بکنن و اینا ولی خب نه دیگه انقدر این دیگه بابا انگل انگل نیاخه چیه بگی اون داره هنوز میگیره تلو. آره بعد اه, چیزی دیگه خبر جالبی چیز نشتی برامون چیزی یه خبر چند تا خبر با یکی این یه داداشی داره داراشتن یا حالا دارن آقای پابلو اسکووار آه بله بله اسمشون روبرتو اسکوباره بله و ایشون تازگی به دنبال اینه که از آقای ایلان ماسک شکایت کنن برای برای اون دستگاه دستگاه که نه یه توفنگ ایلان ماسک آه. ساخت آه. آره اون آره و فکر کنم هم اصلا لیمیتد فروخت آره فقط 2000 تا ازش فروخت مثلا اینکه 232000 تا گفته بود میخوام 10 میلیون یه هم چیز در بیارم از این تموم شه حالا کاری نداریم بعد این اومده the boring م... company آره گفته م... من میخوام شکایت کنم چون های فلیم ترو رو منو داداشم پابلو وقتی که پولامونو پولاشو میسوزوند که گرم بمونن خونه وادم اومد تو ذهنمون و اینو این کپی رایت و اینا من میخوام پیگیری کنم 100 میلیون ازت بگیر خیلی سفت ها ایشون الان تو اخبار اومده اینه که... فهمیدی که گرفته بودنش توی کولومبیا داداشو آره داداشو با... جنگ و خون ریزی شده بود گنگ ها اومدن یه روز پسش گرفتن ایشونو پلیس گرفت؟ آره گنگا آمده. ریختن کلی هم آدم کشته شده و اینا و... ولی پسش دادن آره از نتفلیکس هم شکایت کرده بود پول گرفته بود واسه دا... سریال سریالش. سریال نارکوز آره دمش یا افتاده دیگه کاری پیدا کرده و وکیل بازی یا چیز جالبی که داشتم این هفته گوش دادم تو پادکست جوروگن چیز آورده بود ادوارد سنود, سنود آورده بود یا اه. نه دورا دور دورا دور دو. آره الان آره. آره کدوم بعد... آره کشوره آره. راشا راشا روسیه است بعد یه چیزی که گفت آره. البته خب بستی بازم حالا بستگی به اون لیمیت اکسسی که ایشون داشت به داستان های در مورد ایلی گفت وجود نداره گفت وجود ندارن. گفت, گفت من خیلی اکسس داشتم به همه دیتابیس های سیستم های امنیتی آمریکا و م... من ندیدم من ندیدم, ندیدم. لیول اکسسی که من آره. داشتم من هیچ ندیدم مگو... که انگار لیول اکسسش خیلی بالا بوده این طور آره. که میگفت این خوب یه خبری بود که میام کنسل دیگه آره. نگران چون اگه دوستان اگه اون خاموش شد من... صدا هست ولی اگه تصویر رفت دیگه شما به وضوح خودتون ببخشید میریم توی خبر بعدی و آخر این آخر هم... از این که از اونجا داره میبینه می بینه... نه دیگه صدا رو میشنوه دیگه بعدش اونجا یوتیوب تاریک میشه دیگه اول آخر در مورد کمپانیه... نه یه کمپانی تکتوریان تو کار روباتینان برای کی بود کدوم؟ به تو میدونم واقع تو فیسبوک دیدی ها نه خب پس بگو بگو اگه بگم میگه علاکی بود بگو حالا چیز ارتشی و اینا آه خب بگو فرزاد چیز آه این اینا میخوان یه لاین ربات بزنن ربات از اینا که انسانن و همه کار میکنن اینا بعد یه دونه تبلیغ طوری گذاشتن میخوان صورت این ربات رو دیزاین کنن بله بعد تبلیغ رو گذاشتن صد و سی هزار دلار به اون کاندید میدن که یعنی اگه پاس بشه اینا به اون شخص صد و سی هزار میدن که صورت اون شخص بیاد رو همه روبات ها اینا بشینه به قرآن میرم و دنبال یه صورت خیلی دوستانه <تصوفت> میری <مينی؟ تصلف> <تصف> <تصف> دنباله فکر کنم ریشینا نخوان <تص los> باید بزنی خیلی نه ریش گفتم دنباله یه صورت خیلی دلشیم. دوستانه دلشاس. و مرد کنان... داریم دو ستا یه فکر کنم نزدیک اون وسط یه چیزی لاین دو ستا داریم آره بله مینی کیو بذاره کی؟ اون آریا ستارک ها آوش. آریا آره قبول آره. داری نداری آریان خیلی که... اون وسط ایدو. بی بیگناه آره. بی گناه هم نبود آلد. سیزن آقا آقا نه سپویل نکنید چایی که نهیده باشید خیلی وقت <تصفح> بذاشتید لطفاً ببینید دیگه همین ها بود دیگه, دیگه سلام خیلی خوب. خوب این بود قسمت 188 هشت هشت. ما با مم. آقا نزم من خوب صحبت کنم اینجا یه زیبا بگم ما تا امروز هفته در واقع 22 ما امروز تمام شد ما تا هفته 25 میریم و بعدش میریم یه استراحت گلوی تازه کنیم و بیا سه هفته دیگه سه هفته دیگه برنامه داریم ولی بعدش دیگه میری فکر کنم مثلا میشه 23 نوامبر مثلا میشه آره دیگه سه هفته دی. سه دی مثلا میشه نه این برتره آذره آذر خیلی خب ما توی تمام فضای مجلس سون خودی توی تلگرام تویتر، فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با مارت اتوماتیک مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی که برمیاد فعلا خدافظ خدافظ